الحاج استاد جنرال عبدالرشید دوست معاون اول رئیس جمهوری افغانستان عصر روز چهارشنبه به زادگاهش ولسوالی خواجه دوکوی ولایت جوزجان رفته و با بزرگان جوانان و اطفال این ولسوالی به گونه جداگانه دیدار کرد. معاون اول رئیس جمهوری همچنان از ساختمان جدید خانه یابویی و محل تولدش که به تازگی به گونه قدیمی آن ساخته شده دیدار کرد. استاد جنرال عبدالرشید دوستم در دیدارش با باشندگان خواجه دوکو گفت که زادگاهش را دوست دارد و هر باری که در ولسوالی خواجه دوکو می آید با دیدن مردم حس خوش پیدا می کند و خاطرات گذشته برایش تداعی می شود. الحاج استاد جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری حین ورود به قریه‌ای که در آن تولد یافته از سوی بزرگان، متنفذان و جوانان ولسوالی خواجه دوکو مورد استقبال گرم قرار گرفت. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از بازدید از ساختمان خانه پدریش با اطفال آن قریه عکس یادگاری گرفته و آنان را به خواندن درس تشویق و ترغیب کرد. حالای ما چرا؟ همه کل از شناخلی نه او پر نه کرنامه؟ یاش از دوستو بابامه؟ یاش از مانه و یتاور؟ یاش از مانه و یتاور؟ یاش از دوستو بابامه؟ یاش از نمه بلا به دکتر ما؟ آوه یا انجینر ما؟ انجینر با این حال معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با جمعی از بزرگان و جوانان ولسوالی خواجه دوکو نیز ملاقات کرده گفت که با وجود مشکلات مختلف اجتماعی و اقتصادی که دامنگیر مردم است، فرزندان اهالی خواجه دوکو در حال فراگیری درسند و این موضوع برایش خرسند کننده است. الحاج استاد جنرال عبدالرشید دوستم در ادامه سخنانش گفت که مردم خواجه دوکو با داشتن اقتصاد ناچیز اما همت بلند دارد. معاون اول ریاست جمهوری از قهرمانی های فرزندان ولسوالی خواجه دوکو در پهلوی سایر مبارزان راه حق و عدالت افغانستان به نیکی یاد آوری کرده گفت که هنوز هم صدها تن از جوانان برومند این ولسوالی به خاطر تأمین صلح و ثبات در افغانستان دوشادوش خودش در حال خدمتند. شقشلاق 3000 اویلی قریده شنده کته وشته مکتب اوکیگن خط اوکیگن بومگن بر خط کته از کلیده یو برزه آنا آتاتیه برو دمایت بردم کامله چوپلا تید آناتیم پرانجینه سالم خط دارب بولاده قلاق سالو گلترده ملای امام مچکه نمایه که خیریالیم که پارس نیم که بلمایی دو آیتو بیرد سارا مانا من دادب تو اغلید مانا من دادب تو خیری خیری تا کفیت آل شکر خدا شکر خدا خیت لگت لک کوب لارید مکتب و قیانت مکتب و قیانت لن ملا و قیانت و کوب لارید اینده تلا پاکلتا و قبرگانت لن کوبلارین کلا ماستر بگم بودن کوب زیتلا خبرم کوب من اینجا که مایدا کدلارم این دو واجد مسجد که چوب کت با هم باد چه مایدا کدگی نلیم و کوب براده من خاط کلیپت من امدا یا من اون کتاب تو بره ببتن کنم شکر خدایا شهام از اولار مبارزه منم بود همه تلاش منم بود بو یولگه سلانه یخشی یخشی ناغالارید منگلر منگلر اگتلر خویجی کده قلدن که هر قیسین قره سایز بابور دایی اون دا قوارالی اگتلش بله بین اطرافم دایی اوشان دا مقبول چیرسه تاکتشه پولوالیه آتگه منسه شنداخ گورشگه چخسه شنداخ مایدن گوراقه کرسه شنداخ بیلدی واسه شنداخ اگتله بارده و هم مطنه منشه عدالت که ترایلید کلدن بردی سلانه حق اقوقلارین اوچن کلدن بردی سلانه آینده لارین اوچن کلدن بردی
bu hüviyeti siyasi uzdu. Afganistan'da cadatını koyan yok filanı. İn ağalar da kanı tökülgen bu matak. Kan minen, can minen ağam bize. Bize bir de yelani koyanı da yok. Mağun ağa Reycamur yelani bugelleri de yok. Dostum yelani bugen yok. Bana silahını rayı minen bize bu. Yine oğlarım intikabat geledi. Yine intikabat geledi. Bakayım. Şöyle mi yakış işlediyle konuları da bu. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به اوضاع جاری سیاسی و امنیتی افغانستان تصریح کرد که هویت سیاسی امروزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با پول و ثروت به دست نیامده بلکه با مبارزات عدالت خواهی بیش از 40 سال و قربانی 10,000 جوان دلیر به ارمغان آمده است. اون فکر یک کرگانی که کانچه بردم شورده خلاص کوتاهی من سکته بیرون کردم. اون سکته یاست، اون سکته یاست جوالا خلاص. اون سکته سر خلاص کردم. هم پیالارم دلار و هم مانیست خدا ولا کن. هم من اولارم. نمالیدا، خاص کرالیدا. باشم ملا. طبقه اوناس. ویال ویل تمایلا. داخل من کدام دوست نه ایتام من ایتام من نه گورا غیرت دار کم مثل من آج رایل کدام دوم ایتام خرای اسلام ده مالات ولی اکثرا اولین دفعه به خاطر پیروزی اسلام چون خانم شاید بودن خانم متوجه بودم اولین دفعه مالات ولی اکثرا خانم خانم لانه مارم تاکل میله. همین اشتراک کسان انتخابات رای بیرسن. سر جنرال عبدالرشید دوستم ضمن قدردانی از مردم خواجه دوکو برای اشتراک گسترده آنان در پروسه های انتخابات گذشته تاکید کرد که خانواده ها برای تعمیم عدالت اجتماعی و تحقق اهداف والای حزبشان برای زنان نیز فرصت های درس خواندن و اشتراک در پروسه های بزرگ ملی و دموکراسی را بیشتر از پیش فراهم کنند. پس از این دیدار الحاج استر جنرال عبدالرشید دوستم از ساختمان مدرسه و مسجد جامع رشیدیه ولسوالی خواجه دوکو دیدار کرده و با سلسله همکاری های قبلی برای ادامه کار ساخت و ساز آن مبلغ 100,000 دلار آمریکایی کمک کرد. کار ساخت و ساز مدرسه و مسجد جامع رشیدیه ولسوالی خواجه دوکو در سال 1393 خورشیدی بنیان گذاشته شد و با وجود آن که کار در آن جریان دارد گنجایش بیش از 4,000 نمازگزار را در یک وقت دارا است. مفتی عبدالحفیظ قرشی مدیر مسئول مدرسه رشیدیه میگوید که از آغاز کار ساخت و ساز این مسجد و مدرسه تا کنون مبلغ 400,000 دلار آمریکایی مصرف شده که از طرف الحاج استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و حاجی باتور دوستم رئیس شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان کمک شده و با این 100,000 دلار آمریکایی نیز اکثر کارهای باقی مانده آن تکمیل خواهد شد. این مسجد و مدرسه با دیزاین خیلی قشنگ در دو طبقه اعمار شده و از مدارس مطرح افغانستان به شمار می رود. با این وجود الحاج استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در دشت ولسوالی خواجه دوکو رفت و با پهلوانان و چاپاندازان ولایت جوزجان که از پای بسکشی را در سبززارهای این دشت انتقال داده بودند دیدار کرد. پس از ختم سرما و آغاز بهار چاپاندازان از پای بسکشی را به منظور تغذیه کافی از علفه های تازه و طبیعت آزاد در دشت ها انتقال می دهند.